سلام مجدد دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم در ادامه برنامه گلبانگ در بخش همروز قرار داریم. در این بخش میزبان شما من نظیمه میرزاد هستم و امروز همچنان اتفاقات خوب و جالب و تاریخی را که آماده ساختیم خدمت شما تقدیم میکنم. با ما در همروز همراه باشین. ما در این بخش شما را دعوت میکنیم به دیدن بخش های تاریخی افغانستان و جهان و روزهایی که در تاریخ اتفاق افتاده، اتفاقات جالب را خدمت شما تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، باز هم بسته تصویری را آماده ساختیم، از روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه روی اتفاقاتش صحبت میکنیم. فعلا همچنان در بسته تصویری همراه میشیم. بعد از دیدن بسته تصویری با ما باشین. رویدادها و اتفاقات تاریخی و مهم شنبه، یک شنبه و دو شنبه مطابق 12، 13 و 14 ماه جوزا. تولد شاه امان الله خان 12 جوزا مصادف است به اول جون. شاه امان الله خان مشهور به غازی امان الله خان، فرزند سوم حبیب الله خان، در چنین روزی در پغمان کابل به دنیا آمد. شاه امان الله خان تنها فرزند امیر حبیب الله خان بود که در مکتب افسری آموزش دیده بود. وی پس از کشته شدن پدرش به قدرت رسید. از شاه امان الله خان به عنوان شاه روشن فکر و ترقی خواه یاد می شود. مهمترین تحولات در زمان وی عبارتند از برگزاری لوی جرگه، تصویب نخستین قانون اساسی، از میان بردن بردهداری، ممنوع شدن کار اجباری، افزایش چشمگیر روزنامه‌نگاری و غیره می توان نام برد. گوگلیمو مارکونی اختراع رادیو را به ثبت رساند. گوگلیمو مارکونی را می توان به عنوان اولین دانشمند دانست که رادیو را اختراع کرد و به عنوان پدر واقعی رادیو لقب گرفت. اختراع رادیو توسط وی در اواخر قرن 19 صورت گرفت که انقلاب بزرگی را در جهان خبررسانی و توسعه فرهنگ ها به وجود آورد. این اختراع باعث تحول، رشد و انکشاف آگاهی و اطلاعات نیز گردید. او در سال 1901 موفق شد تا نخستین پیام را از فراز اقیانوس اطلس به کانادا بفرستد. بعد رادیو به شکل امروزی طی سالیان طولانی تکامل یافت. امروز از رادیو برای مقاصد مختلف چون پخش آگاهی، آموزش، تفریح، اخبار، اعلانات و تبلیغات استفاده می شود. و تجارب یک قرن نشان می دهد که رادیو با مقایسه دیگر وسایل رسانه‌ای محبوبیت بیشتری دارد. ویلیام هاروی، کاشف جریان گردش خون و بنیانگذار طب نوین. ویلیام هاروی دانشمند برجسته انگلیسی که در انگلستان به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته طب به پایان رسانید و به استادی طب دانشگاه کمبریج دست یافت. وی معتقد بود که نمیتوان شناخت وظایف اعضای بدن را در کتاب ها آموخت، بلکه وسیله آموختن آن کالبد شگافی و تجربه است. او تلاش های زیادی انجام داد تا پس از سالها تحقیق و مطالعه موفق به کشف جریان گردش خون گردید. او همچنین وظایف و عمل قلب را بدون کمک مایکروسکوپ کشف کرد. ویلیام هاروی سرانجام در دوم ماه جون در 69 سالگی درگذشت. گذشت سانتیاگو برنابو، فوتبالیست، بازیکن باشگاه ریال مادرید. سانتیاگو برنابو در روز دوم جون سال 1978 میلادی که یکی از مردان کلیدی تاریخ ریال مادرید بوده، درگذشت. او بیش از 3 دهه مدیریت ریال مادرید را به عهده داشت و بدون شک بزرگترین مدیر تاریخ فوتبال و باشگاه مادرید است. او توانست که ریال مادرید را از باشگاه محلی به یکی از بهترین باشگاه‌های تاریخ فوتبال تبدیل کند و با اقدامات شگفت‌انگیزش باشگاه ریال مادرید را به بهترین باشگاه تاریخ فوتبال تبدیل کرد. او توانست 6 جام باشگاه‌های اروپا، 16 لالیگا، 1 جام بین قاره‌ای، 6 جام حذفی اسپانیا و 2 جام جهانی کوچک را کسب کند. اگر سانتیاگو برنابو نبود، قطعاً ریال مادرید هم وجود نداشت که صدها میلیون هوادار در سر تا سر دنیا داشته باشد.
انجام اولین تزریق خون به بدن انسان توسط جان دنس در 3 جون برای اولین بار در تاریخ طب و جراحی صورت گرفت. تزریق خون به بیماران تحول عظیم را در علم طب ایجاد کرد، زیرا تا آن هنگام بسیاری از بیماران به اثر خونریزی های شدید و کمبود خون جانهایشان را از دست می دادند. این پزشک فرانسوی در اولین آزمایش خود خون یک بره را به انسان تزریق کرد، اما بعدها به مریضان خون انسان نیز تزریق شد. بله عزیزانم، دوباره برگشتیم، در بخش همروز هستیم. اتفاقات و خبرهایی را که ما آماده ساخته بودم روی بسته تصویری دیدیم. اختراع گوگلی مارکونی که مخترع رادیو هست و چنین اختراعی را به ثبت رسان، امروز همچنان چون یک مدت خیلی زیادی از او زمان میگذره و رادیو در قرن 19 اختراع شده بود، ولی هنوز هم در افغانستان ما طرفداران خودش داره و هموطنان ما در داخل شهر کابل و ولایت همچنان علاقمندی دارن به اینکه به رادیو گوش بدن. موضوع دیگه را که خدمت شما آماده کرده بودم تزریق خون به بدن انسان بود که یک موضوع کاملا حیاتی است. در اون زمان همچنان آقای جان دنس مخترع بخش بود و تانست که این اختراع را کشف بکنه در اثر تحقیقات و مطالعاتی که داشت، چون ما آگاه هستیم که انسان‌ها امروز همچنان به دلیل بیماری‌هایی که مبتلا میشن نیاز دارن به اینکه بر اونا خون تطبیق شود تا اینکه حفظ حیات بکنن. از جان دنس همچنان تانست که همچین اختراعی را به ثبت برسانه که یک بخش بسیار مهم می باشه. دوستان، ما تا فعلا پرداختم به شما در بخش هایی که قبلا اتفاق افتاده بود در سالهای قبل. یکی دو خبر جدید همچنان خدمتتان آماده ساختیم که یکی از او آغاز و مسابقات جام جهانی کرکت هست، 20 اوره که در حال برگزاری است. شور و اشتیاق زیاد برای مسابقات همچنان می باشه، به میزبانی ایالات متحده آمریکا برگزار میشه. افغانستان همچنان خوشبختانه حضور داره در این مسابقات. شما هم اگر دوست دارین که قطعا علاقه من هستین، میتونین تشریف ببرین و به شهرهایی که مسابقات برگزار میشه بازیکنهای مورد علاقیتان تشویق بکنین و همچنان بازی ها را از نزدیک مشاهده کنین. یک اقدام بی سابقه دیگر همچنان در شهر هند صورت گرفته. طوری که آگاه هستیم امروز افغانستان و همه تو جهان در حال سپری کردن گرمای شدید هست و امروز ما همچنان در ولایت مختلف افغانستان هوا خیلی گرم شده، همچنان در مرکز کابل. اینا یک اقدام خوبی را که انجام دادن آویزان کردن چترهای رنگی در امتداد سرک ها بوده. این اقدام به خاطر ازی بوده که اونا بتانن از گرمای شدید افراد محافظت بکنن و یک اقدام خیلی خوب بوده. در کناری که اونا تانستن گرما را مهار بکنن، همچنان به زیبایی شهرشان افزوده و شهروندانشان خیلی اظهار خوشی و رضایت داشتن از این اقدام. دوستا، خبرهایی که من امروز به شما آماده کرده بودم همینجا به پایان میرسه و امیدوار هستم که شما همچنان دخیل باشین در بحث های ما و اشتراک داشته باشین. ممنون همراهیتان در این بخش و همچنان بخش هایی که همکارای خوبم تقدیمتان کردن. تا فردا که باز هم شما مهمان برنامه گلبانگ می باشین، شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. شاد و پیروز و موفق و سربلند باشین.